سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به بازیگرانی که به رابطه نامشروع در ایران متهم شدن میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. با گذشت بیش از 2 سال از آغاز جنبش میتو یا همون من هم در دنیای غرب که به تحریم و طرد و حتی زندان چهره‌هایی شناخته شده و معروفی در آمریکا انجامید، بازار هشتگ من هم همچنان در ایران داغه و هر هفته چهره‌های جدیدی با اتهام آزار جنسی مواجه میشن. چهره‌هایی از طیف‌های مختلف، از خوانندگان لس آنجلسی تا بازیگران مهاجر و موزیسین‌ها و خوانندگان متفاوت و البته کارگردانان شاغل در سینمای ایران که اخیراً قربانی کمپین ایرانی میتو شدند. از یک استاد دانشگاه به نام کیوان امام که به این جرم در بازداشتگاهه تا کارگردانی که همین چند وقت پیش آخرین فیلمش اکران شد. در شرایطی که حتی بازیگری مثل بهنوش بختیاری نیز ادعا کرده بد اخلاقی سینما رو فرا گرفته. البته مدعی شد که او و همسرش روابطی از این جنس ندارن. ادعاهای آزار جنسی در سینمای ایران روز به روز بیشتر میشه. بعد از اون ادعا ریحانه پارسا یکی از کسانی بود که از اون حمایت کرد. بازیگر مطرح و مهاجر سینمای ایران گلشیفته فراهانی هم کسی بود که گفته بود چنین رفتارهایی در سینمای ایران بسیار زیاده. حالا به نظر میرسه که هانیه توسلی نیز به این موج پیوسته و بسیاری از سایت‌های سینمایی استفاده او از هشتگ منهم رو همین موضوع میدونن. زهرا امیر ابراهیمی از دیگر کسانی بود که به علت داشتن همین روابط نامشروع و پخش شدن فیلم خصوصی خودش، زندگی شخصی و بازیگریش به یک بار خراب شد، به طوری که بعد از منکر شدن و ساختگی دونستن این فیلم مجبور به ترک ایران شد. السا فیروز آذر، لیلا بوشهری و برخی دیگه از بازیگران کشور که درگیر مسائل آزار جنسی بودن هم به این موضوع واکنش نشون دادن. از جمله سبا کمالی، بازیگری که صنعت فیلمسازی رو رها کرده. او گفته متاسفانه 70% افرادی که در سینما کار میکنند فساد دارن. به گفته او تهیه کننده منتسب به فلان وزارتخونه رو که ساعت 3 صبح خواسته به زور وارد خونش بشه با فوش و دعوا بیرون کرده. خانم سارا اومت علی، روزنامه نگار سابق و آموزشگر کنونی، در توییتی اعلام کرده بود در تابستان 1385 قصد داشته با آیدین آقداشلو در موزه ملی ایران مصاحبه ای انجام بده. اما به علت تعرض آقداشلو مصاحبه نیمه کار تموم میشه و خانم اومت علی در نهایت از دستشون فرار میکنه. لاله صبوری، بازیگر کشورمون هم که زمانی شاگرد آیدین آقداشلو بوده، در توییتی گفته تجاوز وصله‌ایه که به استاد میچسبه. البته بعد از این توییت آیدین آقداشلو از لاله صبوری شکایت کرد. بعدها آیدین آقداشلو با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش تمامی این ادعاها رو تکذیب کرد. از جمله مواردی که ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از این هشتگ برای بیان روایت‌ها و اعترافاشون استفاده کردن، سر رسوایی جنسی بود که خرداد 97 در دبیرستان دکتر معین رخ داد و رسانه‌ای شد که بعدها نه ثابت شد نه تکذیب شد و مختومه اعلام شد. تابستان 99 هشتگی با الهام از جنبش میتو در فضای مجازی ایران مخصوصاً توییتر مطرح شد. ویدئویی که 17 مرداد ماه همزمان با روز خبرنگار در ایران توسط شبکه چند رسانه توییتر و روزنامه جامعه جمع و کیهان در مورد آزار جنسی دانش آموزان پشت کنکوری نوشتند که یک معلم مرد به اونها تعرض جنسی کرده. دانش آموزان بعد از چندی مجبور شدن توییت رو حذف و عذرخواهی کنند. بعد از اون ماجرای فریفتن دانشجویان دختر دانشگاه تهران توسط یک فعال حوزه گردشگری به نام که الف مطرح شد. در مورد دیگه‌ای، 4 دوست بعد از باخبر شدن از داستان تجاوز جنسی به یکی از اونها در سال 96 تصمیم گرفتن موضوع رو بدون ذکر کامل نام متجاوز در اینستاگرام مطرح کنند. اونها گفته بودن دختری که دانش آموخته باستانشناسی دانشگاه تهران بود به آپارتمان شخصی به نام که الف رفت که بعد از خوردن نوشیدنی صبح روز بعد در حالی که به او تعرض شده بود بیدار شد. بعد از این خبر بود که کمتر از 24 ساعت بیشتر از 30 نفر از شاکیان صبح یکشنبه 2 شهریور مقابل ساختمان دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران جمع شدند. البته که الف در نهایت صبح 4 شهریور وقتی مشخص شد که به ویلایی در شمال فرار کرده بود توسط پلیس دستگیر شد.
در فروردین 1400 بعد از حضور محسن نامجو در برنامه از MBC پرشیا، بشرا دستور نژاد بازیگر، لونا شاد گوینده و بازیگر و پانیدای خواننده این بار نامجو رو به سوء رفتار متهم کردند. محسن نامجو خواننده و آهنگساز اتهامات تعرض جنسی و تلاش به تجاوز رو که یک کاربر توییتر با نام مستعار ماهی علیه او مطرح کرده و مربوط به 7 سال پیش بود با انتشار ویدئویی در شهریور 99 رد کرد. بعد از اون محسن نامجو ویدئوی دیگه‌ای در کلاب هاوس منتشر کرد و بدون نام بردن از کسی از زنان آزاردیده و دوستانش عذرخواهی کرد. او رفتارش رو ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ مردسالارانه خوند. البته نظرات در طرفداری و محکوم کردن محسن نامجو بسیار متفاوت بود. کنشگران و فعالان حقوق زن در بیانیه ای اعلام کرده بودند که انتظار آزاردیدگان از رسانه ها نیز این بود که با توجه به شهرت این خواننده موضوع رو پیگیری کنند. نویسندگان این بیانیه به ویدئویی اشاره کرده بودند که در اون محسن نامجو با ظاهری مظلومانه در برابر دوربین نشسته بود و از خودش چهره‌ای نشون داد که به جای نگاه کردن در چشم دوربین و مخاطبانش به مانیتور یک لپتاپ نگاه میکنه. اونها عذرخواهی محسن نامجو رو ظاهری دونستند و گفتند او بعد از نادیده گرفتن انکار اولیه پذیرفته که آزارگری کرده، اما به جای پذیرش مسئولیت فردی و جبران اون، به جای روشن کردن اینکه این آزار چی بود و مخاطبانش چه کسانی بودند، به چیزهایی که به موضوع ربط نداشت به گفته اونها ربط داد. خانم آلاله کامران وکیل محسن نامجو اما میگه موکلش کلیه اتهامات تجاوز و تعرض رو قاطعانه رد کرده. وکیل محسن نامجو در توییتر خودش بیانیه منتشر کرده و نوشته محسن نامجو در ویدئوی خودش برای هر گونه اقدام توهین آمیز از عموم و به طور خاص اگه فردی از او آزار دیده عذرخواهی کرده، اما این عذرخواهی با آتش‌ها دامن زده و بسیاری به اشتباه خیال کردند که ادعاهای اتهامات خشونت جنسی به محسن نامجو صحت داره. از دیگر اشخاص مشهور و بازیگری که بهش اتهام تعرض و روابط نامشروع زده بودند، امید زندگانی بود. چندی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می‌کرد امید زندگانی به اتهام تجاوز و شکایت دختری جوان راهی زندان شده و بعد از تحمل ضربات شلاق به علت وخامت حالش در بیمارستان به سر می‌بره. انتشار این شایعه باعث شد که امید زندگانی با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش به این شایعه واکنش نشون بده. او در این ویدئو گفته بود که فیلمی از من و یکی از همکاران محترمم در سایت‌های بیگانه پخش شده که من و خانواده و دوستانم رو نگران کرده. من در حال حاضر در صحت و سلامت به سر میبرم و در زندان نیستم و سعی میکنم با کمک خانواده و همکارم و خودم مجرمین اصلی رو پیدا کنم و به این صورت این شایعات کذب رو تکذیب میکنم. امید زندگانی برادر امین زندگانی بازیگر مشهور تلویزیونه که هر دو فرزند مرحوم سیاوش زندگانی استاد برجسته موسیقی هستند. کامیل احمدی دیگر کسی بود که متهم به آزار جنسی و همچنین روابط نامشروع بود. کامیل احمدی جامعه شناس ایرانی بریتانیایی در فضای مجازی با اتهام‌هایی در مورد آزار جنسی نسبت به همکاران زنش در جریان انجام پژوهش‌های اجتماعی روبرو شد. انجمن جامعه شناسی ایران با انتشار بیانیه ای عضویت این شخص رو در انجمن لغو کرد و اون رو از دبیری گروه جامعه شناسی برکنار کرد. در ادامه اتهامات به متهمان آزار جنسی و روابط نامشروع، فردی به نام ماریا با انتشار ویدئویی این اتهام رو علیه شادمهر عقیلی مطرح کرد. او شادمهر عقیلی رو به آزار جنسی و روابط نامشروع متهم کرده بود، اما همچنان بر اثبات یا تکذیب این اتفاقها خبر موثق و تایید شده ای اعلام نشده و صرفاً این اخبار درس شده در حد شایعه خبرگزاری ها بوده و ما هم به همین مطالب اکتفا می کنیم که راوی این برنامه و کانال یوتیوب برنامه باید بدانیم هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مطالب گفته شده در این برنامه رو تایید و یا تکذیب نمی کنن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.